وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أي سيبيك از سوره آل عمران به حضور مبارک شما تلاوت شد. در این آیه الله عزوجلال یک قاعده کلی که سبب کامیابی دنیا و آخرت هست بیان می فرمایند و می فرمایند که شما اگر یک مسئله را داشته باشید خداوند خیر دنیا و آخرت را به شما عنایت می فرماید و اون مسئله همیش در این آیه هست. این آیه همه انسان های روی زمین را چه یهود و چه نصارا چه مسلمان و چه غیر مسلمان را می فرمایند که اگر شما خدا را دوست دارید اونایی که به خدا معتقدند پس از یک جمله خطی نکنید و اون یک جمله پیروی از رسول الله است. پیروی از رسول الله کامیابی دنیا و آخرت را در بر دارد. ادعا در دنیا زیاد است اما اون کسی که خدا اونا را قبول کند خدا بگوید محبوب من هست، خدا بگوید که من اون را دوست دارم، خدا بگوید که من اون را مغفرت می کنم، همه راه ها مسدودن به غیر از راهی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را. در ایک حدیثی که حضرت رسول الله می فرماید علیکم بسنتی و سنت خلفای راشد، شما روش من بگیرید و روش خلفای راشدین من را بگیرید. خلفای راشدین را خداوند اهدیین مهدیین گفته، هم هدایت شده بودن هم برای درست مردم را رانمایی می کرده و تاکید زیاد روی مسئله شده. در اتباع رسول الله بارها به عرض شما رسیده، شنیده اید که اتباع رسول الله در سه چیز بود: یکی در اعتقادات، اعتقادات درستی که رسول الله داشته اون داشته باشه. رسول الله شرک، خرافات، همه چیز رد کرد. در کتاب درسی سابق بود
و تک حلیل سعدیه پیغمبر را شستشو داد بدنش را و لباسایش را بتنش کرد چند تا مورا و همینطوری چیزهای را به گردنش داد. رسول الله طفل بود، 3-4 سال بیشتر نداشت. گفت اینا چی هم؟ گفت اینا رد بلا و مصیبت هم. گفت نیاز من به اینا ندارم. حالا امروز میبینیم که یکی به نخ متوسط میشود، نخ را به گردنش میبند، به دستش میبند. جز خرافات اینا را، خرافات ها را مروج میبند. پیغمبر در زمان طفولیت گفت من به این نیازی ندارم، اون که من نگاه میدارد الله عز و جلال است. اعتقاد درست، عمل درست، عمل درست باشد. هیچ آیه‌ای در قرآن نیامده که مصداق عملش رسول الله باشد. مصداق عملش رسول الله باشد. اگر آیات نماز آمده، آیات جود و سخاوت آمده، آیات زکات و صدقات آمده، آیات روزه و صیام آمده، آیاتی که درباره ذکر و اذکار الله آمده، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سر آمده، همه بوده. انا اول المسلمین بودن، قرآن میگم و انا اول المسلم. و اما خرافات و اعتقادات بد و شرک و اینار پیغمبر مخالف بودن. اما اینکه چیزی که خدا دستور داده انسان به اون عمل نکند، اینم در نزد رسول الله پسندیده نبوده. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید عملی را که خودتانم عمل دارم، یا دیگران را میگویید چنین چنان بکنید؟ اتأمرون الناس بالبر، ای انسانها را به نیکی دستور میدهید و تنسون انفسکم، خود را فراموش کردید. و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما قرآن را میخوانید، کتاب آسمانی تورات و انجیل را می خوانید. افلا تعقلوا، آیا عقل ندارید؟ میشه بعض وقت مسئولین ما دیگه جا میگویند که حکومت فراگیر باشد، اما بسیار حرفی خوبی است. حکومت فراگیر باشد، اما حکومت شما چه اندازه فراگیر؟ اقوام و مذاهب چه سهمی داشته؟ اول از خود سوال بکنید، بعد از دیگران را زیر سوال ببرید. و در اعتقادات، در آمار، در اخلاق خلق رسول الله ببرید. در احادیث متواتر و منابع اسلامی هست که کسی اگر پس پیغمبر سوالی میکرد، گفت سوال خصوصی است اونجا بیا. اگرچه یک پیرزنی بود دست رسول الله را میگرفت، رسول الله پشت سرش میرفت، گفت مثلا خود را مطرح کن. همه چیز را در همه جا نمیشود. و اگر کسی با رسول الله صحبت میکرد، رسول الله اون انسان اگرچه ضعیف و مستضعف بود دستش را رها نمیکرد تا اون دست پیغمبر رها نمیکرد. اگر کسی پیغمبر را تشری میزد، رسول الله نمیگفت من رسول الله است. آمده خانومی سر قبر گریه میکرد، رسول الله رفت سر کنار اون خانم، گفت اتق الله واسلی، از خدا بترس، گفت الیک، برو گفت تو از نرد من خبر بده. رسول الله چی نگفت؟
در گم رسول الله بود. آمد در دم در رسول خانه رسول الله در باری نیست و رسول الله من شما رو نشناخت. الان صبر می کنم، صبر در امون صدمه اول صبر خود را معرفی نمی کرد که من که هست. من کسی از او سوال می کرد که تو که هست، از نامش سو استفاده را، از مقامش سو استفاده را. مصیبتی که امروز دامنگیر همه شده، خصوصا جهان اسلام، خصوصا در کشور خود ما، ما ذهن مردم را دیگه جا مشغول کرد. یا صحبت از اسلام و قرآن و حکومت اسلامی می شود، همی رفتیم صدر اسلام برمی گرد، مشکلات از ابو بکر، مشکلات از عمر، مشکلات از عثمان، خلافت از عصر چنین کردن چنان واقعا انصاف داشته باشه. ضمن اینکه همه به عنوان نمونه و الگوی حکومت اسلامی عدالت عمر را نمونه میاد. و میگویند حکومت اسلامی باید مانند حکومت پیغمبر و خلفای راشدین باشد. واقعا ما کتابهایی که درباره سیرت رسول الله، سیرت ابوبکر، سیرت حضرت عمر، سیرت حضرت عثمان، سیرت حضرت علی و سیرت حاکمان خوب صدر اسلام نشست نوشته شدن، ما اونها را مطالعه بکنیم برای خود الگو برداری میکنیم. اگر اونها را الگو برداری میکنیم هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه افراد بودن ناراض شده بودن، آمدن در مدینه مراجع جمع شدن، خانه حضرت عثمان را محاصره کردن و علیه شعار می دادن. همه صحابه، فرزندان صحابه، همه جان فدایان صدر اسلام که بگذارید که اینا را ما گوشمالی بدهیم. حضرت عثمان فرمود شعر مدینه است، شعر رسول الله است. من نمی خواهم که در شعر مدینه کسانی که هر دو طرف خود را مسلمان می دانند خون اونا بریزد. باشد اگر حرف عالی نشدن، حرف عالی نشدن، من به شهادت میرسم، خون من بریزد، خون دیگه کسی نریزد. یا مدار معروفه که حضرت عثمان سر خود را بیرون کردن، گفت چه میخواهی؟ گفت میخواهم شما را بکشم، میخواهم شما را بکشم. گفت من از رسول الله شنیدم که کشتن به حق سه هست، من کسی را کشتم تا لکه من را میکشیم. گفت نه، آیا من در حال زنا دیدید که واجب قتل می شوم؟ گفتن نه. گفت آیا از دین رسول الله من برگشتم؟ من خلیفه رسول الله، من داماد رسول الله. گفتن نه. گفت حسب قدر کفایت که خود شما سه جرمی که ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، این سه جرم را خود شما اعتراف کردید که من ندارم. و تو مشکلات امروز ما این است که ما همه کمبودها را به صدر اسلام به زمان خلفای راشدین میبریم و اونجا رفتش میدهیم. و مشکل دوم این است که هرچی کمبود در کشور هست، هرچی ناانجاری است، معیشت مردم، گرفتاری مردم،
و اینان را خارج از کشور ما وقت خود ما خوب باشیم، خود ما خدمت بکنیم، خود ما صداقت داشته باشیم، خود ما امانت دار باشیم، خیانت نکنیم، خود ما خدمت گزار باشیم برای مردم اونطوری که حقشان است خدمت بکنیم، خود ما صدای مردم را بشنوید همونطوری که خلفای راشدین میشنید. یکی به علی گفت که من شما را میکشم، و علی شما را تهدید به مرگ کرد و کیف اقتل قاتلی، قصاص باز از قتل است، من هنوز زنده ام دیگر را بکشم، وقتی که من اگر کشت بونجا رسید حسن حسین سایر مراس من فرزنده به خود من به اختیار اولیای دم است، اونا یه دامش کردن دامش خدا گفت عفش کردن اب به دست اوناست، کیف اقتل و قاتلی. یک یهودی حضرت علی را به محاکمه می کشد، صداش را گوش می کند و در دادگاه از دعوا صرف نظر می کند، اون ذره ای که اون دعوا دارد به من می دهد، من قسم نمی کنم ذره استعمال من و نام خدا برای من ارزشی بیشتره، شورای قاضی شورای قاضی است که حضرت علی نصبش کرد، ما مشکلات خودمان را به گدران رفت نده، وگر جوانی پسر دختری حرفی میزند و بعد از خود سوار میکنه، تربیت ما ضعیف بوده، عمل ما ضعیف بوده، چی بوده که این جوانی که در گوش از اذان و اقامه گفته و نام الله کامش را بالا برده، چطوری شد که امروز ندای ضد دین را میده؟ پس در عمل خودم من مطالعه، در کردار خودم مطالعه که مشکل از خودم. از آخرین تذکر من است عزیزان که ندای ملت صدای ملت شنیده بشه، ما را مگس حساب نکنید. اون از ما سوال میکنند اگر ما مگس بودیم شما را چه کسانی انتخاب کرد؟ اگر ما مگس هستیم شما را چه کسانی انتخاب کرد؟ و یک رای من انتخاب شد و مگس چه چیزی را انتخاب کرد؟ حرفی که میزنیم، سخنی که میگویم باید خوب مدیریتش بکنیم، در تدبیر و درایت. این قضیه زایدان اگر اون افته مدیریت میشدم، اون افته ای که انسانها به خاک و خون کشیده شدن، که همه ما عقیده داریم که اونا با شهدای صدر اسلام و بدر و حنین و بهود هستن. تکبیر و الا افرادی که مردم را میشناسن، مرام مردم را نمیدانن، مرام اقوام را نمیدانن، اونا بیان فقط با تفنگ صحبت میکنن که تفنگ جواب نمیده. شاید مقطعی جواب بدهد اما عمر طولانی ندارد. تکبیر الله اسمه بیمین. یک آیه برگرده، اتباع رسول الله، اتباع خلفای راشدین، صداقت و امانت و
سلامتی باشه. مگر کسی که از عدالت صحبت می کند و تعریف عدالت را نمی داند که چیست. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر. ما هیچ وقت دوست نداریم که خدای ناخواسته یک زن بی حجاب در داخل بازار بگرد. این رنجه ها را ما دیده ایم، عمر ما زیاد است. نه دوست نداریم که جوان ما از مسجد گریزان بشود، از دین گریزان بشود. ما میگویم افرادی که وظیفه اونا نیست در امور اقتصادی، در امور سیاسی، حتی در امور مذهبی دخالت بکنن، دخالت بیجا و باطله. تکبیر الله ما وزارتخانه های مختلفی داریم، از هر وزیر از خود وظیفه داریم. من یادم هست که زمانی همین حوزه علمیه را میخواستم بسازم، حوزه زمان رجایی بود، از همه جا مجوز ساخت این را گرفتیم. آخر گفتن باید وزارت کشاورزی هم بروید، زمین کشاورزی هست، آیا به شما مجوز میدهند یا نه؟ ما رفتم اداره کشاورزی گنبد، نقشه را نگاه کرد، اونجا حکم کشاورزی منطقه مجوز ساخت و ساز داده نمیشه. ما حیران شدم چیکار، زحمت کشیده بود، نقشه همه چیز آمده بود. رئیس اداره گفتن که جان نیاز داریم، این همه منطقه پر از آل سنت بلوچ، یک مدرسه دینی ندارم، من نیاز در اختیار من نیست، من تابع قانون هست. بروید وزارت. من رفتم اونجا نخست وزیری، من راهنمایی کردم نخست وزیری زمان رجایی، من رفتم جای رجایی، رفتم خودشان نزدیک ندیده، معاملش آمد و چیه اون بکنه. رب فوراً وزارت کشاورزی دستور داد که نامه یکی مولوی نمیشه جواب مثبت. 24 ساعت اوف میشه گرفتن. درست ما قانون داریم، ما چیزی که نیاز هست دیگه، اینطوری نیست که یک کسی ما میگویم قانون فلان مقررات اینطوری هست که در حال مرگ شما میگید پرونده برایش تشکیل میده. نه، اون خودش اجازه میده بارم بعدم پرونده تشکیل میده. و 24 ساعت بعد حکم میشه گرفتم، از نخست وزیر آوردم به اداره، دادم و بود آمده اون اخشار پیاده کرد، اون حرف گوش کرد، خدمت کرد و جز باقی از صالحات آقای رجایی خیلی امیدواره اینشالله برخورد خیلی خوبی زیبایی که اینجا وقتی عالمی آل سنت آمده میگن نیازی برای مدرسه دینی داره، این باید در اختیارش قرار داده باشه. ما شروع کردیم کار. مثلا اینجا هست که کاراندازی و یک مسئله که میگویند پایبند کاغذ بازی نباشی، کرتاس بازی نباشی، جایی که رای دارد تا 99% 1% را دارد کار مردم را برای میاندازد. پیل خزیه زایدان همیشن به جد پیگیری بشود، اونایی که بلا حق کشته شده واقعا باید از خانواده اونا دلجویی بشود، از مردم دلجویی بشود، از شیخ الاسلام و از سایر علماء زندگی بشود. و انشاءالله که علماء و معتمدین و سفید نشان و اقوام و همه انسان هایی که دلشان برای کشور، برای دین، برای مذهب، برای امنیت می سوزد، پنجا دست به دست هم دیگر بدهیم و خود را از این گرفتاری ها بیرون ببریم.
کسانی که در این هفته فوت کردن خدا رحمشون. من که سالتم اون ساله گرفتم، خیلی سالت شدیدی بود، الحمدلله طول درمانش رد کردم، حالا روی بیمودی هستم. جای نگرانی بیست انشاءالله خداوند. من وقتی گذشت اصلا نتوانستم، یعنی 5 دقیقه من نمیتوانستم که جب بشیم بینستم من نیامدم. باز بچه ها گفتند از پره روز که جتواری بمیشه انشاءالله این افتر میرم در 15 دقیقه در اختیار مردم هستم. جزاکم الله خیر و آخر و دعوان الحمدلله رب العالمین. صلی الله تعالی علی خیر خلقه.